مهمان من اخیرا با عنوان دیپلمات برجسته از وزارت خارجه امریکا بازنشست شد و حالا در اکادمی نیروی دریایی این کشور درس مسائل بینالمللی میده او به عنوان سفیر و دیپلمات تجربه های زیادی از کشورهای مختلف داره ولی تجربهش در یک کشور منحصر به فرده ایران پروفسور جان لمبرت استاد امور بین المللی به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. خیلی ممنون و خیلی ممنون که مرا امروز دعوت کردید. شما آقای لمبرت جزء بیش از 60 نفر کارمند سفارت امریکا بودید که در آبان 1358 به گروگان گرفته شدید و جزء 52 نفری بودید که تا آخر موندید در گروگان یعنی تا 14 ماه حالا که برمیگردید به گذشته نگاه میکنید، احساستون نسبت به ایران و ایرانیا چیه آقای ؟ ف... آقای فانی، این سوال ب... سوال بسیار حساسی و خیلی... خیلی از بنده از این سوال میکنم. البته قبل از اون اتفاق 13 آبان اتفاق اصفناکی میتونم بگ... میتونم بگم. من شش7 سال قبل از اون ایران, ایران بودم یعنی به عنوان، دبیر به عنوان استاد دانشگاه به عنوان محقق اه اه هیچ وقت فکر نمیکرد ا اصلا هیچ نمیتونستم تصور کنم که همچین اتفاقی بیفته و و یه ادهی نه نکنه مثلا جوان ممکنه جوان خیلی کارا بکنه با. خیلی کارهای مثلا روی احساساتی و اینا ولی که این کارا تبدیل میشه به یک بحران بین‌المللی و سرنوشت ساز باشیم که بعد سی سال بعد از آن تقریبا سال دیگه میشه سی سال فعلا. سی سال بعد از شروع این برنامه هنوز ایران و آمریکا در همون حالت بسید دو نفر با هم قهر کردن و هنوز هم آشتی درست. نکردن حالا به ابعاد عواقب روابط ایران و آمریکا به دلیل این موضوع میپردازیم در ادامه به. صحبت بود ولی سوال من در این مرحله اینه که نظر شخصیتون چیه؟ احساس شخصیتون چیه؟ یه داستان براتون تعریف, کن... تعریف, کنم بعد از اینکه برگشت... برگشتیم بر... یعنی بعد از چهارده ماه به اصطلاح مهمونداری 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 گروه چیز دانشجویان پیروک خط امام با یک با یک با یک عدی داشتم حرف می‌زدم بیشتر ایرانی بودن ای... ایرانی بودن ایرانی که تو آمریکا زندگی میکردن و اینا از من سوال می... سوال... سوالشون از من این بود که اونایی که شما رو گرفتن و نگه داشتن اینا ایرانی نبودن اینا نمیتونستن ایرانی بودن با باورشون نمیشون چون گفتن که ایرانی هر کاری که ممکنه ایرانی یه هزار جور یه کاری بکنه ولی هیچ وقت اینطوری با, با مهمان که مسئول امنیت و سلامتیشون هستن هیچ وقت یه ایرانی اینطوری رفتار نمیکنه نمی و من بهشون گفتم گفتم متاسفانه من با شما قبول من قبول حرف شما رو قبول میکنم ولی متاسفانه اینا صد در سر ایرانی, ایرانی بودن. ولی خب به شرایط خیلی متفاوتی بود و شرایط انقلابی بود و مسئله روابط ایران و آمریکا در همون مرحله هم مرحله حساسی بود به هر حال با اتفاقی که افتاد و رفتن شاه به امریکا یک نوع احساسات ملی ایجاد شده بود در داخل ایران اونطور که برها تحلیلگرا میگن در اون شرایط ولی خب حالا که مثلا این اتفاق افتاده شما کینه ای داری نسبت به این افراد یا مثلا دوست دارین شو؟ ام... کینه, ندار... کینه ندارم ببینمشون خودم خیلی مایل مثلا به ایران برگردم با دوستا که اونجا داشته دوستایی با. که دا اونجا داشتم جاهایی که میرفتم مخصوصا جاهایی که بچه ها هر دو پسرمون هم پسرمون هم دخترمون در ایران به دنیا آمدن در ایران به دنیا اومدن خیلی دلم می... خیلی دلم میخواد برگرد برگردم و نه مس... مسئله اصلی این است آقای فانی اینا به ما بالاخره اون چیزهایی که بر ما, بر ما, گذشت اون چهار ما مشکل بود سخت بود یه ناراحت کننده بود ترسناک هم بود برای نه. هم برای ما هم برای خانواده ها ولی عواقبش برای خود مردم ایران شاید صد مرتبه از اون بدتر بوده با اگر میخواد مثلا اینا رو مقصر میدونند مقصر میدونند به خاطر زیانهایی که بر سر مردم ایران رساندند نه بر سر شخص ماها بسیار خوب حالا راجع به علل انقلاب ایران خیلی صحبت های زیادی شده و نقش امریکا اصولا و طی سی سال گذشته مطالب خیلی زیادی هم نوشته شده حالا شما به عنوان کارمند دیپلماتیک سفارت در اون موقع در ایران و اینکه کسی که همطور که خودتون هم گفتید سابقه خیلی بیشتر از اون در ایران داشتید و حالا هم که روابط بین الملل درس و طبیعتاً حوزه تخصصی شماست ایران چجوری جوری تحلیل می‌کنید میکن؟ فکر می‌کنید علل اصلی انقلاب ایران و نقش آمریکا در اون چی بود سوال بسیار هنوزم بس می. اون موقع بحث میکردن یکی گفت کار تقصیر جیمی کارتره یکی گفت تقصیر بی بی سی تقصیر بی بی سی یکی مانو کی جی بی سی آی ای نمیدونم از, از, این الف باها زیاد میگفت حرفای زیاد میگفتن واقعا واقعا نمیدونستان خود انقلاب من فکر می کنم که خود انقلابیا یه قدری تعجب کرده که <applause> به این به این صورت و به این سرعت به پیروزی رسید به پیروزی پیروزی رسیدن شما نقش آمریکا خیلی معتقدن که به علل سلطه آمریکا بر ایران و اینکه یه مقدار زیادی اعمال نفوذ میشه از طرف آمریکا در مسائل سیاسی و تصمیم گیری ایران شواهد هم هست الان الان شما اگه نگاه بکنین به خاطرات خیلی زیادی از کسانی که نزدیک بودن به شاه شما به وضوح مشاهده میکنین که یه مقدار زیادی تو این تصمیم گیری ها نقش داشته سفارت شما در تهران در اون موقع فکر می‌کنین یعنی این مسئولیت رو امریکا به گردن می‌گیره که نقش داشته در این زمینه حالا نقش داشته یا نه نداشته مرد... نظر مردم چنین بوده آها ممکن مم... ممکنه مثلا مشکل کار این بود که شاه هر کاری که میکر... هر, هر کاری که می‌کرد مردم دیگه باور نمیکرد که این از یه جای دیگه دستور نمیگیره right. یا از آمریکا باشه uh -huh. یا اونایی که شاید از یک در یه قدری سنشون بالاتر میگفتن از انگلیس uh -huh. از, از انگلیسه ولی نقش چیزی که معلوم هست کسی که نگاه... مثلا نگاه میکرد در آخر مثلا سال 8 هش... هفتاد و هفت اول زمانی که جیمی کارتر رفته بود به, تهرا، به،, به تهران, هیچ وقت پیش بینی نمی کرد که که دست که رژیم اون زمان رژیم سلطنت به این سرعت سرنگون میشه و بازم بعد از اون وقتی انقلاب کار انقلاب جلو گرفته و به موج موج اختشاش و اینا جلو گرفته بازم هیچ کس پیش بینی نمی کرد به این انقلاب به این طرف خواهد رفت یعنی به طرف افراطی مذهبی افراطی و ضد به اصطلاح ضد نه تنها ضد آمریکایی ولی ضد دنیا یعنی مثل که اینا با دنیای بیرون اعلام جنگ کرده بودن اوه. که برایشون لازم بود که برای خودشون دشمن, دشمن شو... بتراشن دشمن بتراشن هیچ کس اینو باور, آه. باور خود بنده هم پیش بینی نمی من همیش... بخصوصو بخصوصو. همیشه میگم من پیش بینی بند... همیشه پیش بینی بنده در مورد ایران تغییر بیشتر اشتباه در اومن. اشتباه در شما <تصفح> 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 در مورد اون موقع میگین که برای خیلی از ایرانی ها هم غیر منتظره بود این سرعت پیروزی انقلاب برای امریکا چی؟ قافلگیر شد؟ صد درصد صد درصد و مسئله, 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 این بود قافلگیر در, قافل در, دوست در دوست دو یا سه مورد یکیش سرعت انقلاب سرعت انقلاب و اگر مثلا کسی توی دستگاه تو دستگاه دولت اون زمان قبول میکرد که بله این انقلاب میاد آن با شاه رژیم سلطنتی سرنگون میشه مشکل کار در این بود که خب بعد چی یعنی چاره چاره دولت آمریکا, امریکا چه خواهد بود و ممکن است نقطه سوم اینه که بعد اگر اگر رژیم سلطنتی سرنگون میشه بعد چی جانشینش میشه و به چی طرفی میره چون بعد از, بعد از اون امید میرفت که خب یک دستگاه بسیار ملی مذهبی و ملی بیاد رو کار که بر اساس مسلحت کشور و مسلحت ملی کشور رفتار خواهد, بس. خواهد. بس. بس. کرد که همچین بس. همچین نظر 100 درصد در اشتباه بوده اونی که این نه نه خیلی خضاوت خ... می خیل... صد در صد در خیلی می کردن خیلی صد معتقدن که اتفاقا همینم هم بود معتقدن که زبانی که آقای بازرگان سر کار اومد دقیقا همینی که شما میگین یعنی یک دولت ملی مذهبی میخواست و رابطش هم میخواست با آمریکا حفظ بکنه و تمام قراردادها هم میخواست که معتبر باشه که از گذشته بسته شده بین آمریکا اینا ولی خب این اتفاق نیفتاد حالا در مورد خود انقلاب خیلی معتقدن که دو توصیه به پرزیدنت کارتر در اون موقع میشد یکی این بود که بیشتر از جانب افراد از بعضی از مشاورانش مثل برژنسکی بود ام. که بحثشون این بود که بایست به شاه کمک کرد و این انقلاب مردم رو در داخل ایران سرکوب کرد یک دمو معتقد بودن که نباید راه گفتگو با انقلابیون رو پیدا کرد و از اون طریق وارد شد و نذاشت که به افراد کشیده بشه خیلی معتقدن که پرزیدنت کارتر هیچ کدوم این کارا رو نکرد و عملاً بی عمل بود تو این زمین همه. نظر شما چیه که اون موقع ایران بود البته <تصفح> <تصفح> خود خود بنده تو توی اون زمان تو دستگاه در اون سطحی که نبودم خودم با. یه خودم یه دیپلمات خیلی ساده بودم در جاهای در جاهای دیگه و اون چیزایی که الان میشه, فهم... میشه فهمید وقتی که ضعف رژیم، ضعف دستگاه معلوم شد در سالها بعد از در سال هفتاد و هشت به بعد که میزان زد و خورده و اختشاشات و معارضه و اینا بالا, گر... بالا گرفته بود اه... خود رئیس جمهور پیش خودش همیشه میگفت به مشاورش همیشه میگفت میگفت بالاخره این خود شاه رئیس دولته این کشور ایران که این خودش باید اونجا... اونجا حکومه خودش باید تصمیم بگیره پس چرا میخواد از من و از ما نصیحت بگیره چرا همیشه میاد پیش ما بگی پیش ما, ما چه ما کار میکنیم ممکنه یک نمیدونم کسی بهش گفته من نم... من نم... من خبر ندارم اوه. کسی اونجا بود در دستگاه در دستگاه و... خونه یا کاخ سفید بهش میگفت آقا آقای رئیس جمهور ببخشید تا حالا همیشه این کارو میکنه زمان جانسون زمان کندی زمان نکس... نکسون هم... همیشه اومد و نصیحت خواسته بود نصیحت خواسته بود نه. و کمک خواسته بود جم... خب دو مسئله اینجا مهمه یکیش ایده که خود کارتر شخصی نبود که وارد این بازی بشه درست. گفت من حاضر نیستم این بازی این،, این بازی بکنم این بالاخره این ایران کشور مستقلیه خودش باید تصمیم بگیره خودش هم مسئوله دوم خب شرایط فرق می‌کرد شرایط مثلا شرایط سال 78 با شرایط نمیدونم 28 مرداد و سه, و سه یعنی چهار سال قبل خیلی عوض شده درسته. شرایط دنیا دیگه مثل اون نه مثل برد. اون نبوده مه. ولی درسته حالا به هر حال این انقلاب ایران به شواهد اسناد زیادی چون مثلا اخیرا اتفاق افتاده و همه هم هست که یک انقلاب مردمی بود که از میزان مشارکت مردم درش اصلا توی تاریخ انقلاب ها بی‌نظیر بوده و مردم میخواستند که این تغییر رژیم صورت بگیره و انقلاب کرده بودن خیلی معتقدند که امریکا با این بلافاصله رو قبول میکرد و احترام میذاشت به مردم ایران و میگفتن شما انقلاب کردید و ما هیچ دخالتی هم نمی و بلافاصله جمهوری اسلامی ایران رو به رسمیت میشناختن اگر این اتفاق افتاده بود تمام روابط با امریکا و این اتفاقات اشغال سفارت گروگان گرفتن شما اینا نمیافتاد به تمام صراحت آقای فانی من اینو قبول نمیکنم. یعنی اون, که من دیدم کاش, کاش اینطور می شد. کاش میشد این چون خود بنده خود تو, سفا... تو, سفارت بوده... تو سفارت بودم با ما خب دستورمون این بود و پیغاممون این بود که همین حرف رو به دولت ایران بگیم که شما انقلاب کردی شما تصمیم بگیرید، شما الان سرنوشت خودتون باید تعیین کنیم و شما هر سرنوشت برای خودتون تعیین میکنه ما بهش احترام میذاریم و قبول ده. و قبول داریم و اینو همیشه،, همیشه پیغام ما این بود یا به روزنامه ها به, مقام دولتی به مردم, به، مردم عادی خب به دلایل به دلایل مختلف یا اینها رو قبول نکردن باور نمیکردن این پیغام این یا نمیخواستن یعنی به مصلحتشون نبود به مصلحتشون نبود که اینو قبول کنن و ترجیح دادن که بسته بسته ضرب اون ضرب ضد آمریکا رو با صدای بلند و با آب و تاب بیشتر صدا بدن با دیگه اون که این پیغام ما رو دیگه به نشنیده بگیرن در مورد دیگه اینی این که در مقاطعی امکان بهبود روابط وجود داشت حتی اخیر مثلا سر جریان جنگ افغانستان خب ایران خیلی کمک کرد به افغانستان در زمینه به اصطلاح سرنگون کردن طالبان ولی عکس عمل دولت آمریکا چی بود ایران به عنوان محور شرارت کاملا درسته این اگر به تاریخ همین سی سال اخیر نگاه میکنی میبینی از این ش... شبیه همین مسئله که شما گفتید زیاد اتفاق افتاده وقتی که به طور کلی میتونیم بگیم وقتی که یک طرف اومده جلو اون طرف رو کشید عقب آها. یا ایران باشه یا آمریکایی باشه بس نخواستن... می بگیم که این نخواستن فقط از جانب ایران نبوده یعنی از... از جانب دولت آمریکا هم بوده هم؟ دو طرف از, هر دو ت... از... از هر دو طرف اینو, اینو قبول اینو آها. قبول میکنم و من خیلی اون این مس... مسئله میشه, میشه بحث کرد دلیل اصلیش اینه که این هیچ هر دو طرف به هیچ اعتمادی به اون طرف نداره و اگر یکی دستشو بیاره جلو اون او. یکی عقب میگه چون خیال میکنه اوه. آها این وقتی که مثلا کمک کرده یا میگه میخوایم مثلا در زم... مثل همین در زمان کلینتون که آمریکا گفته ما حاضرین بدون پیش وارد مذاکره بشیم میگم خب حتما یه کلک در کاریه اوه. بر اساس نمیدونم گذشته ها یا بر اساس نظرشون رو گذشته ها می گفت ها یه کاسه زیر کاسه است یه،, یه جریانی هست آمد. و اون طرف خودش رو میکشه عقب خب. و اون حالا فکر میکنین حالا که شرایط داره عوض میشه و آم... برک اوباما به عنوان رئیس جمهور آمریکا سر کار اومده و فکر میکنین که چه تقک شما از شما نظر میخواست به عنوان دیپلمات سابق و کسی که راجع به ایران خیلی خوب میدونه نظر بخواید بگید بعد کار بکنم در مورد ایران شما آمد. چی بهش البته خود رئیس جمهور جدید خیلی ها دارن بهش میدن خیلی ها توصیح میفرستن می براش خودش باید تصمیم بگیره خودش هم باید بشینه سر سر مسلحت, کش... مسلحت کشور اون یه مسئولیه شاید گوش بده شاید گوش نده, شاید گوش, نده. ام. ام اه 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 گوش نده به حرف های اونایی که خودشون به صلاح خبیر معرفی میکنن ولی مسئله همین به نظر بنده همون شکستن همون دیوار بی اه اه با خب خودشم در زمان در, در همون مبارزه انتخاباتی گفته گفتیم یک دفعه این از بین نمیره بالاخره سی سال هست سی سال هست سی سال با ما با هم داریم فش می‌دی ما با هم داریم بد و بیرا میگیم یک تهی شعارهای توخالی هر دو طرف داره چیز میکنه داره تکرار میکنه و من همیشه میگم سی سال این سی سال بیهودگیه نتیجه سی سال بیهودگیه این در عرض یک روز دو روز یه هفته یه ماه از بین از از نمیره باید از یه جای شروع از, از جای شروع کرد رست. که این این به اصطلاح همون دیوار بی از بین برد خب حالا فکر میکنه از کجا باید شروع کرد البته یک نقطه روشنه و این وسط اینه که آقای اوباما بارها اعلام کرده که شرطی نمیداره برای گفتگو کردن با ایران خب این یک قدم به جلو نسبت به به اصطلاح که در گذشته دولت‌های وقت آمریکا گرفته درسته مسئله مسئله پیش, شر... پیش شرط پیش شرط گذاشتن معمولاً اه... ج... اه... جریان مذاکره و رسیدن به توافق به اون کمک نمیکنه به اون کمک نمیکنه از کجا باید شروع کرد سوال خوبیه، اه، اه، سوال خوبیه آدم ببینیم در،, در کجا در چی مس در،, در چی موارد ممکنه دو،, دو, کشور به یه توافق مم... یه توافق جزی یا ضمنی به کجا برسه مثلا در زمان کلینتون كلنت، و خات، خاتمی در مثلا ورزشگاری یه مقدار مبادله فرهنگی و ورزشگاری بوده شاید به اونا انا رو باید کرد انا رو باید تقویت کرد در مورد مسائل بهداشتی مثل مبارز، یا مبارزه با مواد, مخدر، مواد مخدره در کش در آبها در در آبای خلیج فارس مثلا در م... در مسئله عراق در مسئله امنیت منطقه،, منطقه در مسئله افغانستان جاهایی میشه پیدا ده. میشه پیدا کرد ولی ام. این تا این عدم اعتماد وجود داره تا اون کس میگه که خب هر ت... هر وقت اون میاد اون طرف میاد جلو این منظور منظور بدی داره نسبت ام. به ما تا این از بین قدری اینا رو یواش یواش از بین بره ای اینا رو زیاد پیشرفت من اونقدر خوشبین نیستم که پیشرفت خواهیم دید بل. شما آقای لمرت گفتید که خیلی مانید برگردید به ایران دوباره ام چقدر امیدوار هستید که این اتفاق به زودی بیفته؟ والا آقای فانی خو بنده خود سی و سه سال تو کادر, کادر دیپلوماسی بودم دیپلمات اصولا دیپلوماسی یه حرفی آدم یه حرفی است که آدم همیشه خوشبین باید بمونه من. که بالاخره مشکل امروز مشکل همیشگی نیست درسته؟ میدونم که خیلی از بر... یه دی از دوستام از همکارای آمریکایی رفتن ایران برای تحقیقات برای توریس برای کارهای جهانگردی برای کارهای دیگه, کارهای خب خیلی هم تحریف میکنن خیلی براشون خوش اون مهمان نوازی سنتی ایرانی دیدن غذای خوشمزه من میرم محلهای تاریخی اینا رو دیدن ولی خب در 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 زمین که بنده خیلی خوشبینم که بالاخره تا قبل از اینکه تا آخر و قبل, اه قبل اه تا, اه تا نسبت جوونم تا بتونم برم و برم و از اونجا خوش از از چیز کنم استفاده کنم امیدوارم که بالاخره میشه ولی با در این حال واقعی هستم که میدونم فرد ف... فردا کسی به من تلفن نمیزنه میگه که دفعی. آقا ویزاتون حاضر تشریف بیاریم بله <applause> شما خب بیشتر عمرتون دیپلمات بودید و همونطور گفتین 33 سال تو کادر دیپلماتیک بودین ولی مثل اینکه خیلی علاقه به بسیار جنبه های دیگه زندگی شعر و ادبیات ایران هم هستید قبل کتابی نوشین درو... حافظ این شیراز در اصر حافظ کاملا در... درسته اینم متن انگلیسیشه با. که تقریبا سه سال پیش در اومده آه. اینم متن فارسی چه چیز سبب شد که شما این کتاب رو بنویسید والا قبل از شیراز دیگه درست یه چهار سالی ما شیراز بودیم البته اونجا تحقیق, کرد، تحقیق کردیم این با... این کتاب با همت با کمک مردم مهمون نواز شیراز و دانشمندان شیراز میتونستیم تموم کنیم قبل از اینکه بیام تو ب... بیام تو وزارت امور خارجه من دانشگاهی بودم بل. و فکر می‌کردم شاید برم دنبال تحقیقات و تدریس و... تو, رش... تو... تو اون رشته خب نشد دیگه این یه رشته به قول همین شاعر معروف اوبید زاکانی هفتصد سال پیش اینو تجربه کردید دیدم تو این را دیگه اصلا نون وجود نداره <applause> خیلی متشکرم جان لمبر خواهش, می... خواهش, میکنم خیلی ممنون